یه سلام پر انرژی دارم خدمت شما دوست عزیزم که داری صدای من رو میشنوی با یه قسمت آموزشی دیگه از دوره انیمیشن سازی توی وب در خدمتتون هستم رسیدیم به مبحث ترانزیشن و میخوایم ببینیم ترانزیشن دقیقا چی هست و چه پراپرتی هایی داره و تک تک با هم دیگه بررسیشون کنیم و بهشون مسلط بشیم خب ببینید بچه‌ها با 5 تا پراپرتی میخوایم آشنا بشیم یکی ترانزیشن پراپرتی Transition, Duration, Transition, Delay, Transition, Timing, Function و پراپرتی پنجم ترانزیشن هست که حالت خلاص نویسی شده ایه. این چهار تا پراپرتی بالاییه خب، توی این قسمت قراره که با Transition, Property و Transition, Duration آشنا بشیم. ببینیم دقیقا اینا کاربردشون چی هست بریم روی VS Code و کار رو شروع بکنیم خب رفقای گلم اینجا من اومدم یک دیو ساختم و کلاس باکس بهش دادم بعد اومدم توی CSS انتخابش کردم عرض و ارتفاع 100 پیکسل در 100 پیکسل بهش دادم بکراند کالر آبی بهش دادم و مارجین اتو دادم که بیاد وسط قرار بگیره خب بعد اومدم گفتم این باکسم وقتی که هاور شد وقتی که موس رفت روش ارزش از این 100 پیکسلی که هست تبدیل بشه به 300 پیکسل خب دقت کنید وقتی من موس رو میبرم روش این تغییر به صورت کاملا ناگهانی اتفاق میافته خب حالا کاربرد ترانزیشن چیه دقیقا ترانزیشن ها به وجود اومدن که وقتی ما یه تغییر رو میخوایم توی صفحه وب داشته باشیم به جای اینکه اینجوری ناگهانی اتفاق بیفته فورا اتفاق بیفته در طی یک مدت زمان مشخصی به صورت تدریجی اتفاق بیفته که اون مدت زمان رو خودمون تعیین میکنیم پس چی شد ببینید وقتی من موس رو میارم روی این یهو از 100 پیکسل ارزش میشه 300 پیکسل اما با استفاده از ترانزیشن ما میتونیم اینو در طی یک مدت زمانی به صورت تدریجی انجامش بدیم خب میام چی کار میکنم میام یه ویژگی اضافه میکنم به اسم ترانزیشن پراپرتی دو نقطه بچه این ترانزیشن پراپرتی مشخص میکنه که ما ترانزیشن رو روی کدوم پراپرتی روی کدوم ویژگی از عنصرمون میخوایم لحاظ بکنیم اینجا من میخوام روی ویت روی ارز لحاظش بکنم میخوام واسه این تغییر ارز از 100 به 300 پیکسل ترانزیشن بسازم که ناگهانی اتفاق نیافته تا یک مدت زمانی اتفاق بیفته پس اینجا میگم واسه یه ویت میخوام انجامش بدم ببینید اینجا نوشتم ویت ویژگی بعدی ترانزیشن دیوریشن هست بچه ها، معنی دیوریشن میشه مدت زمان خب اینجا میتونید یک زمانی مشخص بکنید مقدار پیشفرزش صفر ثانی است یعنی چه این خط رو بنویسیم چه ننویسیم تفاوتی نداره این ترانزیشن دیوریشن مشخص میکنه که اون تغییر تا یه چه مدت زمانی اتفاق بیفته خب وقتی روی صفر باشه که مقدار پیشورزش هست یعنی اینکه به صورت ناگهانی اتفاق بیفته این تغییر ارز از 100 پیکسل به 300 پیکسل توی 0 ثانیه انجام بشه پس به محض اینکه من موس میارم روش این تغییر انجام میشه اما مثلا اگه اینجا بنویسم 5 ثانیه و یه بار دیگه حالا موس بیارم روش این تغییر ببینید طی مدت زمان 5 ثانیه اتفاق میفته اینو میتونید هر عددی که دوست دارید بذارید مثلا میذارمش دو ثانیه یه بار دیگه ببینید مس رو میارم روش توی دو ثانیه این اتفاق انجام میشه خب هم میتونید اینجا واحد ثانیه استفاده بکنید و هم واحد میلی ثانیه خب بچه ها حالا میخوام وقتی موس رو میارم روش علاوه بر اینکه ارزش از 100 پیکسل به 300 پیکسل تغییر میکنه رنگ پس که آبی هست به رنگ قرمز تغییر بکنه پس اینجا مینویسم background کالر رد بشه خب الان ببینید من ترانزیشن پراپرتی رو فقط واسه یه ویت نوشتم یعنی فقط این ویت فقط تغییر ارز از 100 به 300 با یک تأخیری توی یک مدت زمان مشخصی اتفاق میافته ولی واسه بکگراند کالر اینو نگفتم پس وقتی من موسو میبرم روش به محض اینکه رو میبرم رنگش قرمز میشه اما اون تغییر ارز از 100 به 300 پیکسل تا یه دو ثانیه اتفاق میفته حالا میخوام واسه این بکراند کالر هم ترانزیشن رو لحاظ بکنم که این تغییر رنگ هم یه هوی اتفاق نیفته تا یک مدت زمانی اتفاق بیفته پس اینجا به این ویژگی ترانزیشن پراپرتی اینجا که نوشتم ویت یه دونه کاما میذارم و می نویسم بک گراند کالر یعنی واسه background کالر هم من میخوام این ترانزیشن رو داشته باشم اینجا هم میتونم مدت زمانش رو مشخص بکنم ببینید اگه فقط بذارم دو ثانیه یعنی هم واسه یه ویت این دو ثانیه رو لحاظ کردم هم واسه background کالر و الان وقتی که من موس رو میبرم روی این توی دو ثانیه رنگش از آبی به قرمز تغییر میکنه و همچنین توی دو ثانیه ارزش از 100 پیکسل به 300 پیکسل تغییر پیدا میکنه ببینید وقتی موس برم میبرم روش دیگه یهویی اون تغییر رنگ اتفاق نمیافته اما میتونم من واسه این بک‌گراند کالر یه مدت زمان دیگه در نظر بگیرم مثلا میگم آقا ارزش توی دو ثانیه اتفاق بیفته از 100 به 300 تغییر بکنه اما بک‌گراند کالرش توی به عنوان مثال 5 ثانیه از آبی به قرمز تغییر بکنه ببینید وقتی مرس رو میبرم روش رنگ توی 5 ثانیه تغییر میکنه اما تغییر ارز از 100 به 300 توی دو ثانیه اتفاق میفته پس به این صورت میتونید این کار رو ترکیبی هم انجام بدین خب بچه ها حالا اگه نخوایم تک تک این پراپرتی ها رو مشخص بکنیم یعنی نمیخوایم واسه ویت و بکراند کالر جداگونه بنویسیم میخوایم کل تغییرات با هم دیگه به صورت یکسان اتفاق بیفته یعنی هم ارزش هم رنگش توی دو ثانیه به عنوان مثال تغییر بکنه میتونم اینا رو از اینجا بردارم و جلوی ترانزیشن پراپرتی بنویسم آل معنی آل میشه همه یعنی همه پروپرتی هایی که تغییر میکنن رو الان با ترانزیشن داریم لحاظشون میکنیم و اینجا هم مثلا می نویسم سه ثانیه خب الان چه پراپرتی هایی تغییر میکنن هم ارزش تغییر میکنه هم رنگ پس زمینش کالرش وقتی من نوشتم آل یعنی همه تغییرات رو همه پراپرتی ها رو شامل میشه و الان اگه موس رو ببرم روش توی 3 ثانیه هم ارزش از 100 به 300 پیکسل تغییر میکنه هم بک‌گراند کالرش از بلو آبی تغییر میکنه ببینید به این صورت خب پس این شد موضوع ترانزیشن پراپرتی و ترانزیشن دیوریشن خودتون میتونید بیاید تغییرات بیشتری رو اینجا تست بکنید مثلا چیکار کنید بیاید یه دونه بوردر هم به این اضافه بکنید border reduce مثلا میگم که 50 درصد خب الان چه اتفاقی میافته وقتی موسو من میبرم روی این توی 3 ثانیه هم ارزش از 100 به 300 تغییر میکنه هم رنگ پستمینش از آبی به قرمز تغییر میکنه و هم border reduceش میشه 50 درصد یعنی گوشه هاش 50 درصد خمیده میشه ببینید وقتی من موسو میبرم روش همه اینا با همدیگه لحاظ میشه اما میتونید تک تک اینا رو ثانیه های مشخصی واسه شون در نظر بگیرید اینجا من نویسم وید بعد میگم بک گراند کالر کالر و بعدم میگم بوردر radius. ببینید ستارو رو جداگونه نوشتم وید کاما بک گراند کالر کاما Border reduce. حالا میتونم واسه اینا زمانهای جداگونه ای در نظر بگیرم مثلا بگم وی توی سه ثانیه لحاظ بشه Background کالر به عنوان مثال توی 5 ثانیه و اون برد ردیوس توی 10 ثانیه اتفاق بیفته خب یه بار دیگه مستمی برام روش ببینید برد ردیوس توی 10 ثانیه اتفاق میفته رنگ پس توی 5 ثانیه از آبی به قرمز تغییر میکنه و ارزش ویتش توی 3 ثانیه از 100 پیکسل به 300 پیکسل تغییر میکنه حتما حتما موضوع این جلسه رو واسه خودتون تمرین و تکرار بکنید بیاید حالت مختلف رو در نظر بگیرید بازی بکنید با این کدا اکتفا نکنید به این یه مثالی که من زدم خودتون چندین مثال دیگه در نظر بگیرید تا کاملا بهش مسلط بشید توی قسمت بعدی با ویژگی ترانزیشن دیلی آشنا میشیم تا قسمت بعد خدا نگهدار لایک ویدیو رو هم فراموش نکنید